عملکرد شرکت های مسافربری در هرات مورد انتقاد باشندگان این ولایت قرار گرفته است. به دنبال حادثه مرگبار ترافیکی روز یک شنبه در شاهراه هرات قندهار، شهروندان هرات به شدت از اداره های مربوطه نسبت به عدم توجه در زمینه عملکرد این شرکت ها انتقاد کردند. در همین حال اداره محلی هیئتی را از اداره های ترانسپورت، ترافیک و پلیس شاهراه تشکیل داده تا روند فعالیت این شرکت ها را مورد بررسی قرار دهند. برخی شرکت های مسافربری در مسیر شاهراه هرات قندهار کابل اخیراً باعث حوادث مرگبار ترافیکی شدند. بارها بی احتیاطی راننده ها و سرعت غیرمجاز در مسیر این شاهراه حوادث ناگوار را خلق کرده است. این باره انتقاد شدید باشندگان هرات را به همراه داشته است. آنها میگویند حکومت در زمینه کنترل عملکرد این شرکت ها بی توجهی می کند. بیشتر اینا یا عملی می باشه، حتی به قول نمی فهمن که مثلا چیز به چرس چیز میکشه حرکت میکنه میره. چندمین باری است که شرکت های مسافربری حادثه ها را انجام میدن، اما متاسفانه ما تا حالا شاهد نبودیم که کدام جزایی به دریورها یا مثلا صاحبان شرکت ها داده شده. متاسفانه از سوی دولت یا از طرف نهادهای مسئول. وزارت محترم ترانسپورت، ریاست محترم ترانسپورت در طول 10 سال یا 7 سال مثلا این شرکت های محترم که مسافر را انتقال میدن چقدر تلفات دارن، نمیاره دگوش مسئولین تا رسیده میگه. آیا می مسئولین هم میخدر احساس دارن که مثلا مردم در خاک خون کشیده میشه؟ این انتقادها پس از حادثه مرگبار ترافیکی بامداد یکشنبه در مسیر شاهراه هرات قندهار که تقریبا 20 تن کشته شدند و حدود 40 تن هم زخم برداشتند بالا گرفته است. برخی اعضای شورای ولایتی هرات هم نسبت به عملکرد بعد این شرکت ها ابراز نگرانی کرده، میگویند بارها راننده های این شرکت ها در مسیر شاهراه ها به دلیل رعایت نکردن قوانین ترافیکی و سرعت بیش از حد مردم بیگناه را به خاک خون کشیدند. شرکت های ترانسپورتی واقعا غفلت میکنند، به خاطر منافع شخصی با جان آدم ها با جان هموطن های خود بازی میکنند. اداره ترانسپورت هرات و اداره ترانسپورت ولایت های همین مسیر واقعا اینا طوری که باید مسئولیت خود ادا نکنند. از سوی دیگر اداره محلی هرات هیئت را موظف کرده است تا چگونگی عملکرد شرکت های مسافربری را مورد بررسی قرار دهند. سخنگوی والی هرات میگوید این هیئت از اداره های مربوطه موظف شدند تا به گونه جدی تخطی این شرکت ها را بررسی کنند. جیلانی فرهاد همچنان گفته که قرار است از این پس تمام راننده های شرکت های مسافربری هر 6 ماه یک بار از لحاظ صحی و به ویژه مواد مخدر معاینه شوند. والی هرات هیئت را توصیف کردند از ادارات ترانسپورت، پلیس شاهراه و پلیس ترافیک به خاطر بررسی همه جانبه کارکرد شرکت های ترانسپورتی و چرایی بروز چنین رویدادها که این هیئت بررسی میکنه، نتیجه کار خود به مقام ولایت ارائه میکنه و در نتیجه بررسی های از هیئت اقدامات مختصی و لازم به خاطر جلوگیری از تکرار همچون رویدادها روی دست گرفته میشه. تنها در سمت شمال شهر هرات بیش از 50 شرکت مسافربری قرار دارند، اما طی سالهای گذشته و با وجود که حوادث مرگبار ترافیکی در شاهراه‌ها اتفاق افتاده، هیچگاه حکومت در زمینه اقدام جدی نکرده است. طی سال جاری 7 حادثه بزرگ ترافیکی در شاهراه‌های هرات صورت گرفته است که ده‌ها تن جان باختند.